درود بر شما مخاطبان شریف. یه اتفاق تلخ و دردناک برای سعید آقاخانی بازیگر کشورمون رخ داده که در ادامه ویدیو به این اتفاق خواهیم پرداخت. حمیدرضا آذرنگ بازیگر سریال نونخه در مورد مصدومیت سعید آقاخانی کارگردان و بازیگر این سریال نوشت: قرار نبود که سعید آقاخانی از کوه بیفته و جا بمونه. تو مسیر کوه افتاد و مهره‌های کمرش آسیب جدی دید. چند روزی تو بیمارستان بستری بود. به ما گفتن که باید استراحت مطلق داشته باشه، اما سعید قبول نکرد. قصه عوض شد. نویسنده‌ها مجبور شدن که سعید آقاخانی رو از این سریال دور کنن و حالا سعید آقاخانی درگیر این آسیب دیدگی هست. یه مدت توی ماشین کمپر درازکش مانیتور رو میدید و پیغامهاش رو با صدای دردآلود به گروه میرسوند. باز راضی نشد. با کمربند طبی و عصا تاتی تاتی میومد سر صحنه و کارش رو انجام میداد. یه اتفاق هم برای سعید آقاخانی در سالهای اخیر رخ داد. در یکی از فیلمها در نقشی که بازی کرده بود مونده بود و هیچ صدایی نمیشنید و مغزش رو عمدن از کار انداخته بود، که در ادامه اون ماجرا رو خواهیم شنید. اما سعید آقاخانی متولد چه سالی هست؟ او 4 اسفند 1350 در شهر بیجار استان کردستان به دنیا اومد. توی خانواده پر جمعیت کرد زبان، فرزند 4 خانواده بود و 5 خواهر و برادر داره. او علاوه بر این که به زبان کردی کاملا مسلط هست، ترکی رو هم به خوبی صحبت میکنه. فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشگاه تهرانه. وقتی 18 ساله بود، بعد از اینکه در دانشگاه تهران قبول شد، از کردستان به پایتخت اومد. سالهاست که متأهل هست و نام همسرش گلرخ حقیقیه. این زوج 2 فرزند دارن. نام دختر بزرگتر اونها خورشید هست که متولد سال 1374 و دختر دومشون دریا نام داره که سال 1380 به دنیا اومد. خود سعید آقاخانی در مورد زندگیش گفته: وقتی 10-12 ساله بودم، خیلی اتفاقی یکی از دوستام به هم گفت که بیا بریم تو مدرسه نمایش بازی کنیم. منم یه موکت برداشتم و بریدم و به عنوان سیبیل ازش استفاده کردم. بازی کردیم، بعد رفتیم در تئاترهای مختلف و همین جوری جلو رفتم. وقتی رفتم دانشگاه اصلا به فکر بازیگری نبودم. بیشتر میخواستم رمان نویس و داستان نویس بشم. ولی اونجا هم به طور اتفاقی دوباره به بازیگری رو آوردم. من و رضا عطاران همسایه بودیم. رضا شفیعی جم هم بعضی وقتا میومد و به همون سر میزد. ما توی گروه‌های تئاتری با هم رفیق شده بودیم. از سال 70 بود که توی یه تئاتر با هم دوست شدیم. اونجا با مهران مدیری هم آشنا شدم و همینجوری این رفاقت‌ها ادامه پیدا کرد. بعد از اینکه ساعت خوش رو کار کردیم، خیلی این برنامه گل کرد و قرار بود که بعد از اتمام این برنامه با خیلی ها کار کنیم. با چند تا کارگردان مثل آقای مهرجویی، بیزایی و خیلی‌های دیگه صحبت کرده بودیم. اما یه دفعه یه خبر عجیب به ما دادن. به ما گفتن ممنوع کار هستیم. همه ما بازیگرها ممنوع کار شدیم. خیلی متعجب بودیم. چرا این اتفاق افتاد؟ دلیلشو که جویا شدیم، گفتن یه جوی راه افتاده و این برنامه خیلی پرطرفدار شده. ما نمیدونیم چی کار باید انجام بدیم. تصمیم عجیبی بود و زندگی ما رو تغییر داد. به لحاظ مالی شرایط سختی برامون به وجود اومد. از نظر کاری هم تمام اون کسایی که قرار بود باهاشون کار کنیم کنسل شد. من بعد یه مدت در سریال خانه به خانه 3 سکانس بازی کردم و همینجوری خورد خورد دوباره شروع کردم. بهترین پارتنری که تا حالا داشتم رضا عطاران بوده. واقعا درجه 1ه. خیلی درک بالایی داره. با آقای مهران مدیری هم بعد از 20 سال در فیلم رحمان 1400 هم بازی شدم. گاهی وقتا با خودم میگم کاش نقاشی بلد بودم، یا میتونستم یه ساز بزنم که تنهاییامو پر میکردم. با بازیگری هیچ وقت نتونستم تنهاییامو پر کنم. اما وقتی برای فیلم اروند انتخاب شدم، یه اتفاق عجیب افتاد. من باید نقش یه جانباز اعصاب و روانو بازی میکردم. من 1 برای این نقش تمرین کردم، اما اصلا نمیتونستم خوب کار کنم. میخواستم انصراف بدم. رفتم با یه دکتر صحبت کردم. دیدم جانبازهای اعصاب و روان اونجا خیلی آروم نشستن. به دکتر گفتم چرا اینقدر آرومن؟ دکتر گفت یه قرصی میخورن که کلن مغزشون رو از کار میندازه. به هیچ چی دیگه فکر نمی کنن. من از دکتر خواهش کردم که این قرص رو به هم بده که منم تستش کنم. گفت ابدا نخور.
اگه نصف این قرص رو هم بخوری ممکنه دیگه هیچ وقت به شرایط عادی بر نگردی. از دکتر پرسیدم جانبازها چند تا قرص میخورن؟ گفت روزی 7 یا 8 تا از این قرص ها رو میخورن. سعید آقاخانی گفته منم از اون روز به بعد ذهنم رو عمدن از کار انداختم. هیچی نفهمیدم و به هیچی فکر نکردم. وقتی رفتم سر صحنه دیدم حالا میتونم این نقش رو به خوبی بازی کنم. 2 ماه فیلم برداری طول کشید، اما بعد از پایان کار هم تا 1 ماه همینجوری ادامه دادم. توی این نقش مونده بودم، اما به شدت این حالت رو دوست داشتم. هیچ صدایی نمیشنیدم و مغزم کار نمیکرد. هیچ کسی رو دیگه قضاوت نمیکردم. اون 2-3 ماه مثل یه تزکیه برای من بود. انگار که دوباره برگشتم به تنظیمات کارخونه. اونجا بود که فهمیدم چقدر بازیگری لذت داره. در فیلم 2 طبقه روی پیلوت وقتی بازی کردم الناز شاکردوست هم جزو بازیگرها بود، اما متاسفانه یه روزی آسیب خیلی جدی سر صحنه دید و اتفاق تلخی بود. 1 هفته یا 10 روز کلن فیلم برداری متوقف شد تا ببینیم خانم شاکردوست حالش خوب میشه یا نه، اما متاسفانه نتونست به کارش ادامه بده و مجبور شدیم که یه بازیگر جایگزین ایشون بشه و بعد از یه وقفه کار رو ادامه دادیم. اما سعید آقاخانی در سالهای اخیر نسبت به اتفاقات سیاسی و اجتماعی هم واکنش نشون داده. مثلا برای آقای رائفی پور نوشته آقای رائفی پور، اگه فکر کردین با این هجویات و توهینها میتونید آهنگسازها و هنرمندها رو تا حد ابتذال ادبی که درش قرار دارین پایین بکشید و اونها رو وادار کنید تا با ادبیات در شأن خودتون باهاتون صحبت کنند، کور خوندین. شما منفور این مردمید و ادبیات شما ارمغانی جز فاصله و نفرت بیشتر نخواهد داشت. سعید آقاخانی سال 1371 برای بازی در نقش کوتاهی در سریال محکمه عدالت دعوت شد و اونجا اولین باری بود که تازه جلوی دوربین می رفت. سال 1372 در مجموعه طنز تلویزیونی پرواز 57 به کارگردانی مهران مدیری حضور داشت. سال 73 در مجموعه طنز ساعت خوش به کارگردانی مهران مدیری به ایفای نقش پرداخت و با آیتم پرطرفدار سعید و خاندایی جان به شهرت رسید. این مجموعه به صورت هفته 1 بار از شبکه 2 سیما پخش می شد. سعید آقاخانی سال 83 به عنوان طراح فیلمنامه و بازیگر در سریال خانه بدوش ظاهر شد و در سال 1384 رسماً نویسندگی رو با سریال متهم گریخت ساخته رضا عطاران تجربه کرد. به مرور زمان او در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی متعدد حضور پیدا کرد. برای سعید آقاخانی آرزوی سلامتی می‌کنیم. لطفاً شما عزیزان هم یک جمله در وصف سعید آقاخانی بنویسید. آخرین خبر از توماج صالحی و اتفاقاتی که برای توماج رخ داده رو هم اگر میخواید تماشا کنید لطفاً روی تصویر این هنرمند کلیک کنید. سپاسگزارم از لطف شما به خاطر لایک این ویدیو. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.